آزاد سلام. بالا بابک خودش من. نه من خودم سلام. میام بالا قاسم، خودم میام، خودم میرم. آره کلید دست خودمه. چیز نه من یه نکته رو بگم، من یه نکته رو بگم، حتی میگیم چی چون بحث لایف چت هی داره مسائل، حالا همون فرد اسمشو نمیخوام ببرم این برام حل میکنه، چون یه نقل قولی از من کرده، نه چون یه نقل قولی از من کرده به چند نفر دیگه. به دوستان عزیز ما توی دیسکورد تقریبا هر روز به نوعی، حالا من خودم سعی میکنم روزانه باشم، اونجا یک ساعتی اونجا هستیم، بحث‌های مختلف داریم اونجا، هر کس دوست داره جوین بشه به سرور دیسکورد صحبت میکنیم اونجا. و در مورد صحبت ایشون هم حالا دوستان دیگه هم بودن، من دوباره اگر لازم شد در اونجا نظرات خودم و نظر خودم رو دوباره بیان میکنم، حالا هر کس هر میتونه مخالفت کنه، حالا به حساب استدلال بیاره رد کنه یا هر چیز دیگه. بریم آزاد، خوش اومدید. من نیلوفرم تشکر کنیم بابت کاری که 100% 100% نیلوفر تقریبا هر روز داره زحمت میکشه، دستش درد. ممنون نیلوفر، واقعا ممنون. ببخشید آزاد، هی میخوای سلام کنی؟ نه خواهش کنم. شرمنده شم. خوب هستی نامه؟ سال نو مبارک. قاسم لینک نذار تو لایف چت که بعد از آزاد و دانیل دیگه ببندیم بریم. بفرمایید آزاد. میخواستم سال نو رو تبریک بگم. مرسی. ولی حالا حرف زیادی ندارم، فقط میخواستم بگم اگه ممکنه درباره خامنه ای هم یک کلیپ یه چیزی بسازی. درباره خامنه ای؟ آره مثلا منظور نقده خودش. آره دیگه، مثلا امید دانا چجوریه، مثلا نقد یکی از صحبتهای خامنه ای. آره مثلا یکی از صحبتهاش من فکر کنم خوب باشه. آخه خیلی کند بیهوز حرفش، خیلی چیز نداره، هیجان نداره، بعدم طولانی همجوری کش میده آروم آروم. بعد یه چیز دیگه، وقتی که هر بار یه صحبتی هم میکنه انقدر جای مختلف میان افراد مختلف، حالا سیاسیون مختلف میان، اپوزیسیون میان، تحلیل میکنن در مورد صحبتاش دیگه، نمیدونم. نه من دوست دارم، من دوست دارم چیز کنم، نقد خامنه‌ای بکنم. چند بار مثلا اومدم گشتم گوش کردم داشت خوابم میگه. یعنی یه ببین حداقل رایفی پور رو چه میدونم این امیدانا و اینا، یه نفر دیگه هم هست چرت و پرتاشون یه مقدار خنده دار. بگو یه نفر دیگه هم از قاسم، من اسمش یادم رفته، یه مرده هست که میگفت شربت نخورین توش الکل داره و اینا، یکی نه هم پیره مرده رو میگی، یه دکتریه، دکتر آره چی اسمش یادم رفته، خنده داره بیشتر، همونی که میگفتش آلت تناسلی بچه‌های یهودیا 8 سانتی متر. آره 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 اونم آها آه حسن عباسی، حسن عباسی. آره نه عباسی، نه حسن عباسی که چیزه، عباسی دکتر نیست، عباسی یکی از افرادی که داخل بیت فکر دکتر هست. نه منظور همین حسن عباسیه، منظور همین هست. شما منظور عباسی رو من این بود. حسن عباسی هم خیلی حال نکردم، حالا دوباره سعی میکنم. ببین یک کانالی باید پیدا شه که بیاد اینا رو کوتاه کوتاه بکنه، چون من نمیتونم، من واقعا وقت ندارم بشینم مثلا یه ویدیو دو سه ساعته رو گوش بکنم که بگردم مثلا توش یه چیزای جالب. خب یعنی سخنرانی کسی که باید یک کلیپ های خیلی کوتاه باشه و خیلی هم مثلا کلیپی باشه که کلی مثلا بیننده داشته که ارزش نقد اینا داشته باشه. ببین اگه ما اون موقعی که ما اگه برنامه نقدمون اون موقعی که خامنه ای اومد گفت درباره چرت و پرتایی که مثلا اجنه و اینا هستن دشمنامون با جن، اون موقع شاید مثلا یه برنامه اگه داشتیم اون موقع یه برنامه میساختم که میاد میگفت دشمنای ما با اجنه دارن کار میکنن. این واقعا فاجعه است که مثلا رهبر یه کشور یه همچین عقایدی داشته باشه، واقعا فاجعه است. یعنی که کسی برای واکسن تو کلام آره تو اونو من نمیخوام، اونو الان نمیخوام بگم چون یوتیوب متاسفانه حساسیت داره، فکر میکنه مثلا ما داریم پیش بین چیزای حرف، آره فکر میکنم ما داریم اینو میگیم، بعد میاد بارو چیز میکنه، برای همین درباره اون آره اونم حالا که گفتی دیگه بیشتر نمیگم. واقعا اون واقعا یعنی اون وقتی که این حرفو زد که میگه گفتش که ممکنه شما اینا رو دارین میسازین که مثلا بیاین ژن ایرانی ها رو مثلا هدف بگیرین، یعنی واقعا یک همچین کسی بعد میگه نباید باشه، نباید وارد کنیم. خب یعنی از بالا به پایین داره تصمیم میگیره برای همه کشور. یعنی حتی اگه شما اینقدر مثلا دینی و عقاید مزخرف و اینا داشته باشی، یه ذره با خودت فکر نمی‌کنی که ممکنه نظرت اشتباه باشه و چقدر آدم باید زجر بکشه به خاطر همین یک حرف تو، حتی
یه آره. درصد احتمالی نمیدی که مثلا تو چقدر بلا چقدر سر چند آدم آوردی، سر چند صد هزار نفر تو ایران به خاطر همین یه نظر شخصی تو دارن زجر بکشن. برای میام کسیه خامنه‌ای همون کسیه که میاد میگه ما کاری نیستیم که بقیه تصمیم میگیرن، ما دولت داریم و اینا، بعد میاد تصمیم میگیره برای همه کشور که چه دارویی مصرف بشه. نه تو همه کاری یا هیچ کاری؟ واقعا فکر کنم ما هممون احمقیم. یعنی چی؟ یعنی همه کشور رو تو داری براش تعیین میکنی که چه دارویی وارد شه، به خاطر اینکه خودت فرض داری میکنی، به خاطر اینکه اینا ممکنه دارن ژن ایرانی‌ها رو چیز میکنن، دارن تارگت کردن که بیان بهش حمله بکنن. برای اینکه هم چیزی اصلا باور نکردنیه که همچین رهبری همچین کشوری غیر قابل مقایسه است با کشورهای دیگه که یک کسی بتونه بیاد این همه هزینه بده فقط به خاطر نظر شخصی خودش برای یه ملت. واقعا بدبختیم ما، واقعا بدبختیم. چی گیر ما اومده؟ آره خیلی خوب دیگه، این دیگه سوال. ولی خوب شو گفتی. آره حالا سعی می‌کنم، حالا اینو به خاطر کانال گفتم که مثلا ممکن لایک بیشتری بخوره چون وقتی یه آدم باشه باشه که میاد. سعی می‌کنم اگه منظورم می‌دونی چی؟ به خاطر این. آره 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 آره. حالا اگه دیدم چیزی گفتش که ببین مثلا اگه اون موقعی که ما نقد داشتیم، اگه اون موقع این حرف زده بود ممکن بود اینو یه ویدیو میکردم، ولی الان اگه دیدم یه چیز دیگه گفت که ارزش نقد داشته باشه شاید اونو بذاریم. حتما نظر خوبیه، مرسی. باشه دیگه. حالا یه چیز باشه من بگم برای همین که مثلا قرآن حالا آتیش زدن یا پاره کردن، اینو میخواستم در مورد شایمیشی بحث کنیم چون من خیلی کشورهای دیگه کردیم. نمیدونم. آره من خودم باید دفاع میکردم ازش، برای اینکه من خودم کلی قرآن پاره کردم آتیش زدم. آره دیدم. آره خب بعد کلی اینجا به من گیر دادن که چرا این کارو کردی، کلی درباره این موضوع صحبت کردیم. خود کانادا مثلا کار نداره با این موضوع زیاد؟ نه مشکلی نداره. من کانادا قرآن پاره کردم، قرآن آتیش زدم. من از این بابت پیشنهاد میکنم که قرآن رو پاره کنین، توف کنین روش، ولی از هیچ تنها دلیلی که دیگه پیشنهاد نمیکنم که آتیش بزنین، به خاطر اینکه نمیخوام مسئولیت اینو بپذیرم که یه نفر مثلا خونه‌اش آتیش بگیره. میدونم چی. برای همین خیلی راحته شما. آره خطرناکه، خیلی کار راحتیه. شما قرآن دارید؟ بذار همین الان. آره منظور تو خیابونه آتیش زدن؟ چون فکر کنم اینجا ممنوعه. نه تو ها آره اونم تو پارک ها اینا شما آتیش تو خیابون نمیشه چون مثلا این قرآنه. خیلی اگه مسلمان هست این تریگر ورنینگ هم بهشون بدیم. دفتی 50 دلار دادی جا همین حتما ها؟ مسلمانه عزیز اگه میخوان ناراحت بشه ناراحت نشه سر رو نبینم میگه قرآن آتیش تریگر ورنینگ رو بگیم با سهن سیاه نگاه نکنین من میخوام قرآن پارا کنم. ببین شما لازم نیست برین بنزین بخرین، چیزی بخرین، خونه تو چیزی آتیش بزنی، خیلی کار راحتی. یه صفحه قرآن خب عربیش اینجوری این کار به این راحتی. اسم آیهش هم بیار که ببینیم. حالت من حالت حالا این یکی از جایی که من با آبی خیلی مخالفه. یه تو فرموش بکنی. نه این تو من واقعا مخالفه آقا. بعد این کاری کنی بعد راحت. فقط اینو بگم این حال برای نظر آرمینه، من کلا با این قضیه مخالفم به توهین و اینجور اعمال. من با مک به شخصه حالا به طبق حوالی آره منم زیاد دوست دارم. من مخالف مشکلش چیه؟ من مخالف این قضیه هستم. نظر شخصی شون رو صحبت میگم. نظر شخصی من اصلا دلیل میدونم نظر شخصیه ولی دلیلش چیه؟ من اینجور حرکت رو نمیپسندم. حرکت های دیگه یه هست آدم میتونه بزنه، همین که به حساب آگاهی رسانی داره میکنه، کارهای دیگه بله داره بابا میکنه. خب میکنم سوال منو متوجه نمیشه. من متوجه حرف تو از اول شدم، یه بارم قبلا توضیح دادی اینو. خب نه شما منظور من نمیفهمی، شما داری من دارم میپرسم دلیلش چیه و شما نظر رو تکرار میکنی. نظر رو من میدونم، دلیل نظر تو سیستم اخلاقی من جایی نداره اینجور چیز. میدونم بابا یه عده که بهش براشون یک چیزی مقدس هستش، به هر حال من بخوام با این شدت با این رویه بخوام مثلا تقدس زدایی کنم، خب من اینو قبول ندارم. من ترجیح میدم بشینم بحث کنم، گفتگو کنم. مشکلش چیه؟ نه خب نه تاثیر منفی نه یه چیز جالبه وقتی بعضی میگه من ترجیح میدم بحث کنم گفتگو کنم. مگه من اثرشو کمتر میبینم؟ اثرشو کم میبینم. جملمو یه جمله رو بذار تموم کنم. خب میگین اثرش کمتره خب و اثر گفتگو بالاتره. خب من سوال دارم، آیا این کاری که من کردم جلوگیری کرد از اینکه من بتونم با یه کسی گفتگو بکنم؟ یعنی من میتونم جفتشو انجام بدم.
چی بله جلوگیری کرد؟ میتونه جلوگیری کنه برای از آدمی که آره دگمه میگیره جلوگیری میتونه کرد. جلوگیری این کنه کاملا از من 15 سال تجربه دارم و من میتونم به شما بگم نه تنها این جلوی صحبت کردن با مسلمان رو نمیگیره، تعداد مسلمانایی که میخوان با صحبت بکنن به خاطر این کار اتفاقا افزایش پیدا میکنه. من بعد از 15 سال با بسیار با تجربه بسیار زیادی میتونم بگم که تعداد مسلمانایی که داوطلب میشن با صحبت بکنن با همچین کاری بالا میرن، پایین نمیرن. خب این تجربه شخصی توه و تجربه شخصی من چیز دیگه ایو میگه، دیگه میگه که این کار نباید بکنه. آزاد تو دلیلت چیه که این مشکل داره؟ میگه الان مثلا ما ستا کردنیم سوال کنم، ستا آتیستیم میگه 100%. من خودم آتیستم، یعنی اصلا هیچ وقتم نه بگم مسلمان میدونم آتیستم دو نفر دیگه منتظرن. نه خب میخوام بهت بگم که یه فکر نکنیم الان مثلا من قبلا مسلمان اصلا هیچ، من همیشه آتیست یعنی بی خدا و چیز بودم. از نظر اخلاقی حسابش میکنم دیگه، الان من میتونم اگه این کارو بکنم همین الان، خب اولش که یاد مثلا تو همین آلمان اگه کار بکنم تو خیابون خب خطرناک هستن، حمله میکنن به هم چه تاثیر از مثلا جون خودم هم در خطر بندازم تاثیری هم نداره. از نظر امنیتی داری میگی؟ از نظر امنیتی داری میگی؟ هم امنیتی یا تو خیابون هم از نظر اخلاقی خودم. خب پس از نظر اخلاقی چرا؟ اخلاقی مشکلش چیه؟ خب به جایی که بیام پاره کنم همون صفحه رو میارم در بارش مثلا سوره نسا میام صحبت میکنم. از سوال من گوش نمیکنی چیه؟ انگار من گفتم پاره بکنید و تحلیل نکنید. من گفتم پاره بکنید قرآن رو و نخونید و تحلیلش نکنید. یه جوری دارین صحبت میکنین انگار من دارم میگم که با پاره کردن قرآن بیان این کار انجام بدیم به جای اینکه نقد تحلیل رو نقدش بکنیم. من همچین حرفی نزدم. شما پاره کردن قرآن جلوگیری از خوندن ببین من که قرآن دیگه هم دارم، ببین یه قرآن دیگه دارم بسیار زیبا، انقدرم این گرونه اینو هیچ وقت من پاره نمیکنم. خب من دسترسی به قرآنم کمتر نشد، قابلیت خوندن و تحلیل و نقد قرآن هم کمتر نشد. شما یه جایی میگین این بهتر، میگی که نه بهتره که ما قرآن رو بخونیم که تحلیل بکنیم به جای اینکه پارش بکنیم. خب من میتونم جفتش انجام بدم، من پاره کردن قرآنم جلوی ولی اون طرف طرف مقابلت باید ببینید چه آدمیه. اونا آدمی هست که تو این کار بکنی دیگه اصلا گوش نمیده. بر من نه برعکس، برعکس من تجربه من پاره کنه اشکال نداره که اون نه با این حرف کاملا برعکس. من هر دفعه که یه همچین کاری کردم و دیدم خیلی ها و مثلا ترند شد و اینا باعث شد که تمام این باکس هم پر از مسلمون بشه، پر از مسلمون بشه. هر موقع که این همچین حرکتی انجام دادم و یه دفعه ترند شد ببین همشون نه، خیلی هاشون فوش دادن، خیلی هاشون میخواستن سر رو تنم نباشه، خیلی هاشون هم میخواستن با هم با صحبت کنن که ببینن چرا همچین کاری کردم. پس این حرف اشتباهه. خب تو الان ببین سه تا گروه اسبوردی، خب یعنی تو عملا دسترسی پیدا کردی با این کار به یک سوم اون گروه، یعنی تو از سه سومی که داری به حساب میکنی آره. ولی اون دو سومشون که دو سومشون که میخواستن یک سوم میخواستن سرتو ببرن، یه سوم یه سوم یه پشت دادن اجازه بده این سه تا این دو تا گروه رو از دست دادی رفتی با اون گروهی که از دست ندادن بابک، اصلا نبودن اونجا قبلا. ببین من مثلا مسلمون تو این باکس هم نبود، خب الان 100 تا مسلمون تو این باکس هم هست، 20 تاشون میخوان سر رو تنم نباشه، 20 تاشون دارن فوش میدن، 20 تاشون میخوان با هم صحبت کنن. من اینجوری نبود که من 300 تا قبلا داشتم، 300 نفر مثلا 100 نفر میخواستم با هم 60 نفر میخواستم با هم صحبت بکنن از قبل، خب و بعد حالا 40 تاشون رو از دست دادم. اینا 60 نفرن که اصلا نبودن قبلا، پس 20 تا جدید پیدا کردم که میخوام با هم صحبت کنن. تو داری میگه آه تو چطور شد دست دادی؟ بابا اینا آدم های جدیدی هن که اصلا تا حالا نبودن تو زندگی من. حالا اون 20 هم فکر نکن روشن فکرم اومدن با تو صحبت کنن، یعنی اینجوری نیستم. چرا اون 20 هاشون میخوان بیان منو به راه مستقیم اونا هم میخوان بکشن ولی اینجوری میان جلو. نه دیگه اهانت نکن. ببین من برای اونا میخوان، من برای اسلام اینجوری هیچ ارزشی قائل نیستم، ولی به مسلمان یک همچین توهینی نمیکنم. اگه مسلمان داره دوستانه با هم صحبت میکنه براش انقدر ارزش قائلم که فکر کنم که این نمیخواد واقعا دلش برام میسوزه داره سعی میکنه منو از جهنم نجات بده. ببین فرق من اینه، شما من توهین میکنم به اسلام، توهین به مسلمان به این شکل نمیکنم که شما دارید میکنید. خب تازه توهین به اسلام هم اگه میکنم هیچ وقت مسلمانی که دوست نداشته باشه رو هیچ وقت تحمیل نمیکنم که تو اهانت منو به اسلام ببینه. یعنی یک مسلمانی که اهانت منو به اسلام میبینه به اندازه کافی وقتشو داره که بخواد نبینه. خب من
دلیلی که به عقاید اسلام به اسلام اینجوری توهین میکنم اینه که باید دارم نشون میدم که شما نمیتونین جلوی منو بگیرید، یعنی شما خط نمیتونین دور بر من بکشید که من چیکار بکنم چیکار نکنم. نه، عقاید شماست. اگه علیه عقاید شماست که قرآن نباید پاره بکنید، خب قرآن پاره نکن. شما نمیتونین برای من تعیین تکلیف بکنیم. این کاغذ برای من این کاغذ بود، برای من این مقدس نبود. خب شما قوانین خودتو خود رعایت کن. شما نمیتونین قوانین خودتون رو به من تحمیل کنید. من دلیل پاره کردن قرآن هم همین اینه که نشون بدم قوانین شما مال شماست. من تحمیل نمی کنم به شما که شما ببینید من دارم به قرآن اهانت میکنم. شما هم نمیتونید به من تحمیل بکنید که من قوانین شما رو رعایت بکنم. برای همین من قرآن رو پاره میکنم. فرق داره با نقد از اسلام. شما دارید میگی که من میتونم بیام اسلام رو نقد بکنم. منم میتونم بیام اسلام رو نقد بکنم. من بعضی از موقع دارم فعالیتم نقد اسلامه، بعضی از موقع هم اینه که خط نشونی که دوره من کشیدین رو من میخوام روش بششم. شما نمیتونین برای من تعیین تکلیف بکنید. دلیل من از پاره کردن قرآن اینه، برای وقتی من قرآن پاره میکنم در اون شرایط نقد اسلام نمیکنم، در اون شرایط دارم کار دیگه انجام میکنم. در اون شرایط فعالیت اینه که شما نمیتونین قوانین خودتون رو به من تحمیل بکنید. من نمیذارم تابو شکنی میخوای بکنم. تابو شکنی درست. خیلی مرسی از جان. خواهش میکنم. خوشحال شدم. حالا تا بعد. ممنون از سوالات. خداحافظ. بابا حالا من دانیلم قبل از اینکه بیارم بالا، من یه چیزی رو اعتراف میکنم و منم یه چیزی که برام خیلی جالبه اینه که من بعضی وقتا میپرسم که چرا به این چیزی اعتقاد دارن، وقتی که مثلا میگن خب این نظر منه. میدونم یه مقدارم این برام جالبه که من میگن این نظر منه. خب میدونم نظرت. خب معلومه که نظر توحید. ناراحت نشی، ناراحت نکن. وقتی دلیل میپرسم دلیل نظرت دارم میپرسم. خب نظره که میدونم نظر. گفتم من دقیقا چی گفتم؟ دقیقا گفتم بر اساس سیستم اخلاقی من این جایگاهی نداره. ببین این همون تکرار. وقتی یه نفر میگه این نظر منه، بعد یه کسی بگه خب به استدلال من نمیخوره، به سیستم اخلاقی من نمیخوره، این همون تکرار اون حرف این نظر من هست. این خود دلیل نیست. وقتی که بگی که من بگم که مثلا بگم رنگ مورد علاقه من سبزه، خب بعد بگن خب چرا سبز، بگه خب برای اینکه این رنگو دوست دارم. خب این هم تکرار همون حرف قبلیه. خب من که نمیتونم برم برای رنگ سبز دلیل علمی بیارم چرا حالا چشات من و مغز من بیاین آقا چرا اومدند رنگ سبز رو بین رنگا انتخاب کرده. خب این فرق بین دقیقاً این فرق بین رنگ و یه نظره. رنگو من نمیتونم توجیه بکنم که چرا رنگ مورد علاقه من سبزه، خب ولی نظر رو میتونم براش استدلال بکنم که چرا این نظرم. خب من همین میگم، من وقتی که دارم رو نظر وصلش میکنم به سیستم اخلاقیم، خب من باید بشینم یه برنامه درست کنم صحبت کنم الان در مورد سیستم اخلاقیم صحبت کنم که حالا متوجه شدم. پس موضوع صحبتت این بود که تو خواهی توجیه بکنی که چرا این به سیستم اخلاقی نمیخوره، تو یه مقدار طول میکشه. منظورت این بود. آها من حالا متوجه شدم. خب ممنون.